چشم جهان بین تو را چون کور کردند، خورشید را از آسمان ها دور کردند. در شعله ها تا سوختند آواز پرواز، گلواژه ها را یک به یک در گور کردند. عطر سپیدار تنت را چون که شستند، در جام جانت زهر را هم کافور کردند. چون بال پرواز تو را با سنگ تکفیر زخمین و خونین در شب دیجور کردند، جغدین بانگ مرگشان را بام دا شام مسند نشین منزل ماهور کردند. سل را به دستاری گران بستند و باری در سرتوهی ها را بدان مستور کردند. از دانش تو جانشان در وحشت آمیخت، بی دانشیشان را به دین منظور کردند. با ملتی آزاده کردند آنچه دیروز با کاک دکتر هم که با شاپور کردند. هم سینه‌ات خنجر نشینه قهرشان شد، هم بر رگت نشتر زدن دستور کردند. کردند آری آنچه را چنگیز می کرد، تا روسفیدش همچنان تیمور کردند. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 15 مهر ماه، 7 اکتبر به شما سلام میکنه. آغاز هفته است، معمولا آدم اول هفتهش گفت با لبخند برو. آغاز هفته اینجاست، 2 روز هفته شما شروع شده. حالا ما در ترتیبات این روزها تو تلویزیون هنوز موندیم که بشه شنبه تا جمعه به اصطلاح هفته برنامه های ما، و شنبه و شنبه ببخشید بشه دوشنبه تا جمعه، شنبه و شنبه برنامه های ویژه ویکند باشه، یا برعکس بیایم بگیم نه ما از شنبه میریم تا پنجشنبه یا تا چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو میذاریم 2 روز ویکند به روال خانه پدری. البته اون وقت صدای این وریو در میاد که آقا ما هم بالاخره هستیم، ما هم بالاخره 4-5 میلیون ایرانی این سوی آب ها هستیم، اما در نهایت اون ور مهمه. باز به این سفرنامه خوزستان رضا شاه اشاره کنم. وقتی میره به بارها من این کتابو خوندم، اخیرا یه نسخه چاپ ایران اومده که زیرش هم حاشیه داره و توضیحاتی. هامون و وهمن یا هومن و هامون اسم حاشیه پرداز و مصححشه، فوق العاده کار قشنگی کردن. تو ایران یه همچین کتابی دراد، اولش هم تقدیم به هموطنان عزیز مازندرانی. وقتی جلزا شاه از سفر عراق برمیگرده، بعد از رفع قائله خزعل میره به عراق و چه استقبالی هم ازش ایرانی ها میکنن و علما و غیره. موقع برگشتن توی گمرک قصیشی، توی گمرک خانقین معطلش میکنن، گذرنامه‌اش پیشش نیست، سردم از ماشین نمیه، درشکه میفرستن بره بیاره. توی این فاصله که نشستی داره نگاه میکنه به مرز، بعدم سرانجام میاد و وارد مرز میشه. وقت اونجا راجب ایران توصیفی کرده که آدم واقعا حالش یه جوری میشه که انسان بعد میبینه ناچار به ترک وطن شده. شرایط اون روزگار با حالا خیلی فرق میکنه. بسیاری آنهایی که دوری خانه پدری رو یا دوری خانه پدری بهشون تحمیل شد، هرگز قصد خروج از سرزمینشون رو نداشت، ناچار شدن. قوم و ظالمین بر وطن مسلط شد و قصد جانشون رو کرد و اونا ناچار به خروج شدن. اما به هر حال گفتم آغاز هفته رو نمیخواهم با 2 تا خبر متأثر کننده بگم، ولی بگذارید اول یه چیزی رو ببینید، بعد میریم سراغ اخبارمون از جمله این 2 خبر.
چی میخوام بگم؟ تصور کنید که حجت الاسلام تقوی، یه آدمی که تو نماز جمعه اومده، ستاد نماز جمعه بوده، سخنران و خطیب نماینده رهبر بوده، ایشون رو از تلویزیون کنار میگذارن. چرا؟ به حرفاش گوش بده. تصویرش رو ندارم، ولی تصویر خودش رو، یعنی حرفا رو به صورت فیلم ندارم، مصور صداشه، ولی تصویر خودش رو دارید، صداش هم میشناسید. ببینید حجت الاسلام در باب مقام معظم رهبری چه میکنه. گول نخورین آقا، روزگار روزگار گول زدنه. من به هیچ کس و به هیچ چیزی وابسته نیستم. حر حرم، راحت، نه چپم نه راست، نه به اون بالا نه. منو دعوت کردن بیت رهبری همین شب اربعین، وقتی آقا زنگ زد گفتم آقا نمیام. لب و لوچم هم برای آمدن بیت رهبری آب نمیفته. بهت بگم بعضی هستن از اون خیابون پاستور تهران عبور کنن، بعد میرن میگه آقا ما از کنار خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، برای خودشون نون آبی تهیه کنن. گفتم نه، من بعد 15 سال هنوز تهران مستاجرم، راحتم هستم. که شما هم سعی کنیم چیز زود ایمان نیاری. ایمان بیاری وقت مجبوری هر چی آقا گفت همینج دنبالش بری. هر چی میفهمی آقا داره میگه اشتباه میکنه، ولی چون ایمان آوردی دیگه هر چی گفت باید بری. فقط به 14 نفر ما میتونیم ایمان بیاریم که هر چش بسته هر چی گفتن قبول کنیم. اون بقیه غیر از اون 14 نفر هر چی گفتن به قول ابو علی سینا فزر حفی بقعت الامکان. حضرت آیت الله، آیت الله، سه تا آیت الله هم که با آقا بگن، سه تا عظمام که روش بذارن، دوباره بگو آقا ممکنه حرف آقا، من باید فکر کنم. آقا اهل کشف و کرامات باش، مرتضا اهل کشف و کرامات، آقا خبر از غیب میده، مرتضا هندی هم خبر از غیب میدن، همچین راحت. خیلی الحمدلله خدا اینا رو گذاشته که ما یهو گول نخوریم. میزان علیه، میزان علی، میزان خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، ترازوه، با این سنگ میتونه همه چی رو بکشه. آیت الله بذار این طرف، علی رو بذار اون طرف. اگه دیدی با این خون بدون به این آقا دست آقا رو بده. اگه نخون هیچ. آیت الله میگن بگه. قرآن که میگه افلا ینظرون الا ابل، که میگه خود یه شطور هم آیت الله. حضرت آیت الله شطور میتونیم بگیم طبق قرآن. آیات اینا، کور شوم، لال شوم، کر شوم، ولی محال است که من خر شوم. آخه نمیشه که آدم همینجوری بخون برو، نمیشه که آقا مقدر هر چه بره با 4 نفر همراه آقا برن. اینا بازیگریه. و همین صراحت که دارم بهت میگم، تو هم هنر پیشه ای، داری ما رو چخام میکنی، داری سر ما شیره میمالی. اینا باید دنبال را بیافتن. امام وقتی حرکت میکرد تو نجف، یکی دنبالش میگفت آقا برچی دنبال من را افتدی؟ یا جلوتر برو یا صبر کن من برم بعد بیا. این آقا بیاد، حاج آقا سلام علیکم، این دست آقا رو ببوسه، این عبای آقا رو به صورتش بماله. تو دنبال هوا و هوس خودتی. اینجاست که به زنگا معلوم میشه کی برای خدا کار میکنه، کی برای خدا میخونه، کی برای خدا منبر میره، کی برای معرکه گیری، کی برای هنرپیشگی و بازیگری. اینا رو من باید به شما بگم، اینا مهمه. بیچاره اینا رو گفت و خلاصه گفتن بفهمین بیرون جای شما جای جز اغیاری و جای اهل بیت جای شما نیست. وسط این فیلم یه فیلمی هم یه عکسی هم پخش شد به اشتباه که حالا راجبش توضیح میدم، که متاسفم پوزش میخوام ازتون که عکس اشتباه پخش شد. ولی در حال آقای تقوی شهامت قابل تقدیری دارد و در میان آخوندا کم نیستن از اینا. متا من نمیدونم جمهوری اسلامی با اینا چی کار کرده که اینا سکوت کردن. در رژیم گذشته میدین تعدادشون خیلی زیاد بود، شاید به خاطر اینکه رژیم گذشته در تعامل با اینا به صورت انسانی تری عمل میکرد. اینا در طول همشون که رفتن و اومدن و گفتن خیلی دروغ ها گفتن، راجب شکنجه های عجیب و غریب مرحوم آقای منتظری. از خود آقای منتظری پرسیدیم، ایشون تایید نمیکرد اینا رو. غرضم اینه، مثل چند روز پیش دیدم بی بی سی چیز گذاشته بود، یه برنامه گذاشته بود راجع به فرارهای مهم، مثلا 10 تا فرار مهم، از جمله فرار خانم اشرف دهقانی از زندان، زندان اوین، چادر بستگانش رو پوشته بود اومده بود بیرون. و براتون گفتم این خانم اشرف دهقانی من همیشه به یاد اون کتاب خاطراتش میاندازد که بعدا معلوم شد
بسیاریش واقعیت نداشته، تصورات و آنچه که ایشون دریم یا خیالاتی بودی که میدیدن و در اونجا نوشتن. اما پخش تصویر آقای اردشیر زاهدی، البته اون عکسی کنار ایشون بود، ربطی به این خبر نداشت، ولی اردشیر زاهدی وزیر خارجه اسبق ایران، مردی که همه گروه ها از جاهای مختلف بهش احترام میذارن به خاطر صداقتش، صراحتش و راستگوییش. حالا ممکنه طرف بگه آقا من خط فکریم با این جور نیست، مهم نیست، ولی احترام که بهش میذاری چون راست میگه. اون طرف هم یکی پیدا بکن به همین اندازه راست بگه، اون وقت خیلی مهمه. ازشی بار دیگر داغ داره، حالا دیگه داغش خیلی نزدیک و تازه است. هما خانم دیگه نیست، اردشیر بود و هما خانم، یه خواهر، خواهری که با هم بزرگ شده بودن. پدر از مادرشون دختر معتمرالمرد جدا شده بود و اردشیر و خواهرش کودک، پدر همش در مأموریت، گاه با پدر گاه با مادر بزرگ بودن که خیلی دوستش داشتن و گاه با مادر. به هر حال خانم هما زاهدی بعدن یکی از چهره های سرشناس در جامعه بانوان ایران شد، وکیل مجلس شد، فعال بود در عرصه حقوق زنان و سرانجام همسر زنده یاد دکتر داریوش همایون شد، روزنامه‌نگار سرشناس، بنیانگذار آیندگان، وزیر اطلاعات و جهانگردی. هما خانم وقتی با آقای همایون در این جلسات، از جمله اون جلسه معروفی که راجبش حرف زدم در سفارت افغانستان حاضر شده بود، که در اونجا مرحوم زلی با سفیر افغانستان بحث و درگیر شد، داریوش همایون اونجا طرفین رو آرام کرد. دکتر نجیب اللهی که بعدها رئیس جمهوری افغانستان شد، آن وقت سفیر افغانستان در ایران. هما خانم دیگر در بین ما نیست. همسرش داریوش همایون چند سال پیش به رحمت خدا رفت. مردی که با قلمش، با ابتکاراتش در عرصه زبانشناسی، نامی جاودانه و ماندگار از خود به یادگار نهاد و حالا همسر او نیز به دو پیوست. اردشیر را تنها گذاشت. اردشیر خان حالا تنهای تنهاست، از این نظر که چندی قبل پرنسس فوزیه که علی‌رغم اینکه از پادشاه ایران جدا شده بود، ولی چون مادر والاحضرت شهناز همسر اولیشون بود، دوستی خیلی نزدیکی باهاش داشت. او درگذشت و همینطور در طول این سالها عزیزان و دوستان بسیاری رو از دست داده و حالا یگانه خواهرش. میدونم الان اردشیر خان نشسته عکس ها رو نگاه میکنه، چشمش رو هم میزنه، خاطرات رو میبینه، اون روزایی که با خواهرش دوتا نوجوان بودن، دوتایی بعد رفتن درس خوندن، مقامات گرفتن، روز عروسیش داماد شاه شده بود و خواهرش اومده بود پدرش، و حالا لحظه چند بر این لوح کبود نقطه ای بود و دیگر هیچ نبود. از صمیم دل به اردشیر خان زاهدی، خانواده زاهدی، خانواده همایون تسلیت میگم. همه عزیزان میبینیم دور و برمون یکان یکان میروند و چیزی نخواهد گذشت که دیگر از آن دو سه نسلی که ایران رو ساختند، عاشق ایران بودند و سرفرازی و سربلندی ایران رو میخواستند، جز نامی به جا نخواهد ماند. ای کاش این نام ها در پرده خاطراتی خوش و به جا ماندنی از آنها باقی بماند. آیندگان وقتی بهشون نگاه میکنن
به یاد و به خاطراتشون با افتخار از اونها یاد بکنن. تردید ندارم هما خانوم از جمله بانوانی است در سرزمین ما که نامش و یادش هماره خواهد ماند، به خصوص از سوی خواهرانش، میلیون ها زن ایرانی که او رو به عنوان یک بانوی پیشرو در عرصه مبارزه برای حقوق زنان، تساوی و آزاداندیشی و آزادگی، نام او رو از یاد نمیبر. حضورتون عرض کنم دو سه تا نکته بود امروز میخواستم بهش اشاره بکنم، خیلی به نظرم مهم بود. چند تا سرمقاله ببخشید هنوز ادامه داره، البته خودم میدونم دلیلش. لعنت به اون شکلای قشنگ ماربورو و این چیزایی که اون زمان نوجوانی جیمز دین و اینا که ما رو گرفتار این بازی کرد. سرمقاله هایی که در روزنامه های جمهوری اسلامی نوشته شد تو این چند روزه در رابطه با سفر آقای روحانی به آمریکا و واکنش هایی که مشاهده کردیم، از جمله یکی از مقالاتی که خیلی توجه من جلب کرد مطلبی بود که آقای مسعود کاظمی در صفحه اول روزنامه قانون نوشته بود. این اشاره کرده بود که آقا قفل هایی که طی چند سال اخیر درهای امید و حیات را به روی مردم و کشور بسته بود در پی هم گشوده می شود. کلید تدبیر توانسته بعد از 34 سال درهای نیویورک را به روی ما باز کنه. گشایشی که برای احقاق حقوق مردم ایران و برون رفت از شرایطی که تحریم ها بر مردم ایران تحمیل کرده لازم و ضروری است. حال با این حال این اتفاق خوشایند همه جریان های سیاسی داخل و خارج نبوده و در داخل از سوی عده‌ای بی توجه به مبانی نظری انقلاب و تفکر امام در تقابل با امریکا تعبیر شد. در خارج هم فریاد لابی‌های صهیونیستی و سران رژیم اشغالگر قدس به آسمان برده است. افراطی‌ها سعی نمی‌کنند مواضع خود را پنهان کنند. در داخل سر دادن شعار و حمله به رئیس جمهوری در مراسم استقبال از او در فرودگاه مهرآباد نشان از تلاش برای بازگرداندن ستیز و خصومت به فضای کشور. من این سوال دارم، این دوست عزیزمون که در روزنامه قانون این سرمقاله رو نوشته به یاد نمیاره که این تحفه‌ای که ایشون اشاره میکنه باعث بسته شدن درهای کشور شد و امید و حیات رو از ایران برد که حالا آقای روحانی بیاد با تدبیر کلید بیاد و این امیدها و تدبیرها رو با این سیاست فضای کشور عوض کنه. این آقا تو این 8 سال مورد حمایت کی بود؟ چه کسی از محمود احمدی نژاد و شعارهای نادانسته و جاهلانش حمایت کرد؟ چه کسی او رو گفت از آقای هاشمی به من نزدیکتره؟ چه کسی به او اعتبار داد تا بتونه بره در سکوی جامعه بین الملل بایسته و اون حرفای بی ربط و چرند و پرند و اون مزخرفات رو بگیر راجع به امام زمان و ظهورش که به زودی انجام میگیره؟ آخه بگو اگه ظهورش هم انجام بگیره تو مبشرشی، و امام زمان باید چقدر بیچاره باشه که محمود احمدی نژاد مبشرش باشه؟ مگه اینکه فکر کنیم اون زن ریشویی که میگن همین آقای احمدی نژاده که قراره بیاد سمن به حضرت بده؟ خب این نویسنده روزنامه قانون اگر شهامت داشت، اگر واقعیت‌ها رو میخواست بگه، حداقل به انزه آقای تقوی یک کلمه حداقل میگفت خوشحالیم که مثلا مقام معظم رهبری بعد از 8 سال که ایشون از آقای احمدی نژاد حمایت کردن حالا برگشتن از آقای روحانی و منطق پرگماتیستی ایشون، منطق واقع گرایانه
مبتنی بر عقلانیت ایشون حمایت میکنه. والا احمدی نژاد کسی نبود. احمدی نژاد یک لوبت بود، عروسکی که آوردن مقام بهش دادن و ازش بازی گرفتن. او هم قشنگ رقصشو بلد بود و شروع کرد جلوی اینا رقصیدن. این احمدی نژاد بود. نباید فکر کنیم احمدی نژاد یک چیز ناشناخته بود از کره ملی خومه. الانم اگر آقای خامنه‌ای کوتاه میاد، نه به خاطر قانع بودن، نه قانع شدن، نه به خاطر اعتماد کردن بر سلوک انسانی و مدنی، بر سلوک مبتنی بر فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران، بلکه از سر ناچاری. میگه آقا خیلی خوب، اگه قراره با اوباما حرف بزنی یه دو دیگه هم حرف بزن، این وسط ما هم شاید ناچار بشیم بیایم یه انتقادکی ازت بکنیم، مثل همین حرفایی که زدن توی مراسم دیدار با بلندپایگان نظامی که قرار شد ایشون بیاد اونجا. بله ما آقای تحرکات آقای روحانی رو تایید میکنیم، ولی یه چیزایی هم مورد تایید ما نبود. نمیدونم، خداوند اگر با آدم صداقت میداد، آدم صادقانه و از صمیم دل با مردمش حرف میزد. مردم من، ما در یه شرایط بدی قرار گرفتیم، اقتصاد کشور فلجه، مجازات های تازه‌ای در راهه، ما باید سرمون رو پایین بندازیم، این بحران، این موج بگذر، اینو باید میگفت. ولی آقای خامنه‌ای نمیگه. این عمل شهامت میخواد، جام زر سرکشیدن هم دو نوبت، دو نوعه، یه جور آدم شجاعانه سر میکشه و میگه، ولی یه جور خاشعانه و خازعانه. والریان امپراتور روم جام زهر رو در برابر شاپور سر کشید، اون تا عاجزانه رو پای شاپور افتاد، ولی میتونست وقتی که آغاز جنگ شده بود، میتونست با سربلندی وقتی دید نیروهاش کمتر شکست میخوره تسلیم بشد، با یه نامه پادشاه هم میپذیرفت. همین ماجرا برای صدام بود، برای قذافی بود، برای بقیه بود. غرور، فکر کردن نه خیر، آقا ملت فدایی منن، اینجا هستن، جونشون رو برای من میدن. بدین ترتیب رفتن و چنین عمل نادرستی رو انجام داد. درنگ کوتاهی میکنم، یک ترانه میشنویم، برمیگردیم، یک ویدیو جالب دیگه براتون دارم، و اونو که دیدیم میپردازیم به یک سرمقاله جالب دیگه و ادامه مطالب روز. وقتی که میرقصی ای وای ای جون، وقتی لبام میخواد لبهاتو بنوشه، یه جوری میگی نه که صد تا آره توشه، مثل بارون میمونی آروم، نم نم عاشقتم از ته قلبم، مثل بارون میمونی آروم، نم نم الهی من دورت بگردم. Je vous aime encore une fois, être amoureux c'est pas la joie, sauf que la fin on les pas de vous mettre un autre que moi. Hey, نگو نمیشه یه امشب و بس کن، بزن گیلاس به گیلاسم یه امشب و مس کن. مرا مرا با برا برا
کرشمه از تو میریزه، عشوه از تو میباره، هر بار تو رو میبوسم باسم تازگی داره، دست میکشم تو موهات، سر میذاری رو زانو، تو مثل فرشته خوابت میبره آروم، مثل بارون میمونی آروم، نم نم عاشقتم از ته قلبم، مثل بارون میمونی آروم، نم نم الهی من دورت بگردم. Séduire, mais savourement je n'ose pas. Je voudrais la serrer dans mes bras, mais un autre sur son sofa. Mastille de chechmat, bichter à charab. Agé hieruz nabashi, aleman harabe. Mais c'est baron nimouni, aru nam nam. Achetetam astahe galban. مثل بارون میمونی آروم، نم نم الهی من دورت بگردم. امشب شب مهتاب، حبیبم و میخوام، حبیبم مگه خوابه، طبیبم و میخوام، میخوام بذاری آروم لبات رو لبام، هر شب شب مهتاب تو که باشی با هم. با درود دوباره خدمت شما عزیزانم، آقای حسام الدین آشنا معرف حضورتون هست. ایشون داماد قربان علی دوری ماسپند ملقب به نجف آبادی است که در دوران وزارت اطلاعاتش یک کوزه ماس زورا می برد و همین آقای داماد ور می داشت می آورد توی یخچال جلوی آقا می زاشت. البته آقای داماد اون وقت عمامه داشت، علی‌رغم که رفتن دکتراشون رو گرفتن و درس خوندن و غیره، ولی معمم بودن و رفتن این کاسه ماست رو میذاشتن. آقای قربان علی خان برای اینکه بگه خیلی آدم خوبی است، مال مردم نمیخوره، مثل رهبر که نون و پنیر شب عروسی دخترش خورد، ایشون دائم کاسه ماست میخوره و به همین دلیل عنوان ماستبند بهش دادن، چون ادعا میکرد ماست رو خودش تو خونه درست میکنه. البته ماست درست کردن خیلی راحته، وقتی که ما دانشجو بودیم اینجا مثل حالا این ماستای ترکی و نمیدونم اینا اینجا نبود، یه شما میری تو مغازه میبینی 50 نوع ماست گذاشته. اون زمان یه کاسه انقدری بود، یه دونه قوطی انقدری ماست با گیلاس، مثلا ماست با پرتقال، ماست خالی به ندرت پیدا میشد، اونم اگه پیدا میشد یه چیز آبکی اصلا، تنها چی ما تو خونه درست میکردیم. اون زمانا شیر چرب میگرفتیم میجوشوندیم، بعد یک کمی میذاشتیم ولرم بشه، یک قاشق ماست میریختیم کنارش، درشو میبستیم میذاشتیم یه گوشه گرم، این تا صبح خودشو میبست، یک ماستی رو هم میبست. این قدرت خان ما که اینجاست خیلی استاد بود و همیشه ما سر غذا یک کاسه ماست هم داشت. حالا آقای قربان علی هم در منزل سازمانی بالای اون شمس آباد اونوره چیز اونوره وزارت اطلاعات که خونه ساختن برای ماموران وزارت اطلاعات، ایشون هم منزلی داشت، در اون منزل ماست رو میبست و میورد وزارت. خیلی آدم از آقای آشنا انتظار داشت، ایشون خودشو یک روشنفکر خردمند میدونست، آدمی که از جنس اینا نیست. وقتی رفت رئیس دفتر و معاون پدرزن شد و قطعای زنجیری رخ داد و اون مسائل، ناامید شدم ازش.
ایشون جزو کسانی بود که با آقای روحانی آمد، قرارم بود بهش وزارت بدن و اینا. حالا آقای روحانی توصیه های بعضی از دوستانو گوش کرد و حرفای ما رو هم شنید و اینا، نمیدونم، ولی در هر حال به عنوان مشاور ارشد آقای روحانی ایشون تو جریان هستن و در سفرها و حضر در خدمت رئیس جمهوری عقلانیت و امید و لابد کلید ایشون هم ایشون حمل میکنه. یه نگاهی به ایشون بیاندازید در برنامه تلویزیونی، بعد برای من تفسیر و توجیه کنید این درنگ ایشون برای چی بود. نگاه کن، همه تحریم ها، من و شما بهتر از هر کسی میدونیم که همه تحریم ها در واقع طراحی شده بود برای فشار بر ملت ایران، که ملت ایران بر دولت ایران فشار بیاره که دولت ایران تسلیم شه. این ایده اصلی بود که پشت پرده همه تحریم ها در نظر گرفته شده بود. ملت ایران در انتخابات اگر شرکت نمی کرد، درصد شرکت کننده بسیار پایین بود، اون پیروزی قطعی برای آقای اوباما و دیگران اتفاق افتاد. این که رهبر معظم انقلاب اسلامی از شرکت مردم در انتخابات با این وسعت، با این کیفیت، به عنوان حماسه سیاسی واقعا دقت کنیم، همه وقتی اون مرد بزرگ از شرکت مردم در انتخابات به عنوان حماسه سیاسی یاد میکنه، منظورش اینه که کمر دشمن شکست. با این وسعت، با این کیفیت، به عنوان حماسه سیاسی واقعا دقت کنیم، همه وقتی اون مرد بزرگ از شرکت مردم در انتخابات به عنوان حماسه سیاسی یاد میکنه، منظورش اینه که کمر دشمن شکست. عجب کمری شکست. دشمن انقدر کمرش شکست که بشکن میزن به دیدن آقای روحانی. خدایا خدایا یه مقدار به آدم انصاف بده، یه مقدار به آدم معرفت بده، آدم رو در صف مداهان قرار نده. این دستمال ابریشمی دیگه پاره شد. تقوی رو دیدید؟ من هرچی اون تقوی رو نگاه میکنم برام با اهمیت تره. یه مقاله دیدم دکتر صادق زیبا کلام، او هم از انسان‌هایی است که همه جور من بهش احترام می‌ذارم. آدمی که صادق، واقعا صادق زیبا کلامه، هم صادق هم کلام زیباست، به جا حرف میزنه، به جا تعبیر میکنه، به جا تفسیر میکنه. وقتی همه اینا مرگ بر امریکا میگفتن، او لزوم برقراری روابط با امریکا رو تاکید میکرد. سرمقاله تو روزنامه شرق نوشته و در اون اشاره کرده که موضوع تنش زدایی با آمریکا در حال تقسیم جامعه ما به دو بخش موافق و مخالف تنش زدایی است. روزگاری در این مملکت دشمنی با آمریکا و پرستیز و اعتبار انقلابی به همراه می آورد. راست میگه. ولی امروز معنیش چیه؟ چه معنایی داره؟ در روزگاری که خود آمریکا در یک نگاه تازه به جهان نگاه میکنه یعنی چی؟ اما آقای صادق زیبا کلام میدونه، اشاره میکنه که اون زمانی که دهه 60 دشمنی با امریکا از عمق وجود و اعتقادات برمیخواست، اون مال اون زمان بود، باید احترام بذاریم به اون زمان. ولی حالا دیگه داستان این نیست. پریشب در جمع ستا دانشجوی دانشگاه امام صادق اتفاق افتاد. او میگوید که بنده و همراه یکی از استادان اصولگرا به دعوت بسیج دانشگاه به آنجا رفتم. در فضایی که تعداد قابل توجه از دانشجویان به شدت علیه هر گونه مصالحه بحث میکردن با امریکا، گویی فضا همون فضای دهه 60 بود، به بحث با آنها نشستم، زیرا چاره‌ای نیست جز با آنها دیالوگ داشتن. توضیح داد میده، میگه به اونجا رسیدیم که به هر حال بخش بزرگی از اینا این رو فهمیدن که شرایط گذشته، زمان عوض شد. آقا اگه یه روزی هم میگفتی مرگ بر امریکا، دیگه نباید بگی، دیگه تفاوت زمان رو باید درک بکنی.
من اینو به بعضی از رفقای خودمون در اپوزیسیون میگم، میگم آقا زمان رو باید درک بکنیم. یه وقتی بود یه دو امید داشتن که تفنگ مجاهدین رژیم رو سرنگون کنه. به محض اینکه مجاهدین دو نفر رو میکشتن، آیت الله مثلا دستخیب یا مدنی یا غیره، آقا دیدی چه کردن؟ یا اون روزی که حزب جمهوری منفجر شد، خیلی ها اینجا میگفتن آقا تموم شد. بعضی ها میومدن قصه رو به خودشون نسبت میدادن، یعنی یه کار تروریستی رو به خود نسبت. من یادم یه جناب سرهنگی خانمش میگفت شبه که این انفجار صورت گرفت، دیشب جناب سرهنگ تا صبح راه میرفت و خوابش نمیبرد که آیا این عملیات انجام میشه یا نمیشه. یعنی اینجور نگاه میکرد. خب بعد اومدیم جامعه ما بعد از دوم خرداد یه رفتار دیگری نشون داد، قبلش هم نشون داده بود. جامعه بیزار از خشونت، جامعه ای که آدم کشی رو به هیچ وجه تحمل نمی کنه، چه رژیم آدم کش باشه، چه سعید مرتضوی باشه، چه مسعود رجوی، براش فرقی نمی کنه، آدم کشی رو نمی پذیره. فرزندان مجاهدش رو دوست داره، بچه های نازنینی هستن، اعتقادم دارن، ولی عمل کرد آقای رجوی و دار و دستش رو نمی پذیره. کمان که عمل کرد سید علی آقا و دار و دستش رو یا آقای خمینی و دار و دستش رو نمی پذیره. آدم کشی رو تقبیح میکنه. دوم خرداد مجالی ایجاد کرد برای اینکه زبان ما متفاوت بشه، نزدیکی بین زبان برانگیختگان داخل و خارج پیدا بشه. اون برلین رو چرا رژیم باش اونجور برخورد کرد؟ چون دیوار جدایی بین داخل و خارج رو داشت فرو می‌ریخت و رژیم وحشت زده شد. هر بار که دیوار بین داخل و خارج پایین‌تر میاد، کوتاه‌تر میشه. خب دیگه صحبت کردن از آقا ترور رو با تفنگ کشتن و اینا معنایی نداره، نمیشه. به نظر من دو حزبی که معنای حزب رو به معنای سنتیش دارن در ایران، حزب دموکرات کردستان و حزب کمله ایران، این هر دو سابقه مبارزه سیاسی دارن، سابقه مبارزه مسلحانه دارن، و وقتی میان راه و روش خود رو مبارزه مدنی قرار میدن، ضمن این که تفنگش رو داره اونجا توی اردوگاهش که رژیم نتونه بیاد بکشتش، ولی به هیچ وجه در داخل خاک کشور عملیات نظامی انجام نمیده، چون بر این باوره که جامعه ما از عملیات نظامی عبور کرده. تو جهان هم نگاه کنید همینه. الان غیر تروریستای اسلامگرا کی دیگه؟ در کولومبیا الان ببینید دولت داره با شورشیان بعد از 40 سال داره باشون گفتگو میکنه، و رئیس جمهوری به همین دلیل یکی از نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل هست. امسال خیلی جالب صحنه، یک تونسی، یک بانوی تونسی که وبلاگ نویسه، دو جوان مصری که جنبش میدان در تحریر رو سامان دادن و مبارک رو پایین کشیدن، اینا جز نامزدهای نوبل هستن. همینطور چند نفر دیگه از آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، آقای روحانی هم گفتن یه عده نامزد، آقا طرف هنوز نیومده، چیشی نامزد صلح نوبل؟ بذارید بیاد. اون بیچاره خاتمی خیلی دلش میخواست ولی خب نشد. من اعتقاد دارم واقعا اگه شایستگی کسی رو بخوام بذارن، هم در عرصه ادبیات و هم در عرصه صلح، سیمین بانوی بهبهانی نازنینه. درود بهش میفرستم، دستان مبارک و پربرکتش را میبوسم. به هر روی جامعه ما امروز یه جامعه ایست که آقا خشونت رو نمیپذیره. دو حزب بزرگ مبارز ما با 60 سال سابقه مبارزه مسلحانه رو میزن کنار. تجربه ای که آقای عبدالمالک ریگی در بلوچستان داشت با شکست روبرو شد. در ایران کار مسلحانه به جای نمیرسه، اما 1 میلیون آدم تو خیابون موثره، میتونه تغییر به وجود بیاره. اینه که باید هرچه بیشتر در تقویت جامعه مدنی کوشش کنیم. تو این دار و دسته‌هایی که الان در
بررسی سفر روحانی در داخل نشستن، یه ده نگران میگن آقا ببین صدام و قذافی اینا هر چی که غرب میخواست بهش دادن، اومدن بازرسی کردن، شیمیاییاشو گرفتن، کارخونه های تسلیحاتیشو شناسایی کردن، بعدم دخلشون رو آوردن. با ما هم همین کار رو خواهند کرد. بنابراین خود سید علی آقا یه همچین تفکری داره، ولی الان رو ناچاریه، به خاطر وضع بد اقتصادی ناچار شده بپذیره، ولی دلش نمیخواد، همچین خواستار این اتفاق مبارک نیست که با امریکا از سر دوستی داره. دیروز دو اتفاق مهم رخ داد، در واقع سه اتفاق مهم. اتفاق اول این بود که یک واحد کماندویی آمریکا بدون تردید با کمک افسران لیبیایی که تربیت شدن آمدن پا شدن تو ترابلس پایتخت لیبی در یک محله عیان‌نشین با سه تا ماشین هامر رفتن ایستادن. آقای ابو انس لیبی، یکی از تروریست‌های سرشناس القاعده و مردی که در انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا در دارالسلام و همینطور در کنیا نایروبی شرکت داشت و مهندسش بود، او رو برداشتن، سوار ماشین کردن، بردن از کنار ساحل هلیکوپتر توی یک کشتی جنگی آمریکایی که در مدیترانه بود منتقلش کردن. همینطور در سومالی در نزدیکی های ماگادیشو با اطلاع دولت سومالی وارد شدن و دو تروریست رو ربودن. میگوید که بله، آقای جورج لیتل سخنگوی پنتاگون گفتش که موفق شدیم ابو انس لیبی رو دستگیر بکنیم. او عامل کشته شدن بیش از 200 انسان بیگناه آمریکایی و غیر آمریکایی است و در جای امنی خارج از لیبی نگهداری میشه. آقای علی زیدان نخست وزیر لیبی اعتراض کرد، ولی اینا هم بازیه. مطمئن باشین همه رو خبر داشتن، چون آدمایی که پسر خود همین آقا وقتی توصیف میکرد میگفت اینا دو سه تاشون لیبیایی بودن، بعضیا نقاب داشتن بعضیا نداشتن و لیبیایی بودن. و گفتش که خانومش هم گفت بله، از پشت اون پارچه سیاه که دو تا چشمش هم درست پیدا نبود برگشت گفت بله اومدن و شوهر عزیز من و شوهر عزیز آدمکش جنایتکارش رو گرفتن بردن. خدا رو شکر هر چی از اینا هست ریشه شون، امیدوارم زواهری رو بگیرن، الباقی شون رو بگیرن، هرچی تروریسته در دنیا اینا رو بگیرن، فلاحیان ریشه‌ای رو بگیرن، تمام اینا رو حسن نصرالله رو بگیرن، همه اینایی که کار تروریستی میکنن در هر ابعاد و هر اندازه‌ای باید محاکمه بشن، چون اینها رحم به مردم نمیکنن، انسانهای بیگناه رو میکشن. در همین سفارت های امریکا در نایروبی و در دارالسلام چقدر آدم بیگناه کشته شد؟ چرا؟ کجای دین میگه به تو برو آدم بکش؟ اسلام ناب انقلابی محمدی به وجه ولایی و بلادنیش یک اندیشه انحرافی و زشته. اون دینی که ما میشناختیم این دین نیست. الان نگاه کنید مسلمان ها رفتن مکه، از سر تا سر عالم اومدن، از هر سوی جهان چند میلیون انسان اونجا هست، یه دعوا بینشون نمیشه. من بودم دیدم دیگه، با اخلاق و عادات طبقات اجتماعی مختلف همه میان، به خصوص تو اون قسمت صحرای عرفات واقعا آدم حیرت میزنه. درست اون توصیفی است که از مرحله بعد از مرگ کردن، صحرای محشر، یه تصویری از اون دیگه، هم سفید تنشونه مثل کفنی که هنگام وداع از این جهان بدتن میکنن. یک دعوا نیست، همه مهربانن، به هم کمک میکنن. این چطوری میتونه یکی باشه با اون اندیشه‌ای که بن لادن چند تا جوون رو باهاش فریب میده، بیمار میکنه و میفرسته تا برن دو تا ساختمون رو با هواپیما بزنن
و هزاران انسان بیگناه رو به آتش بکشن. کجای این اندیشه مطابق هست با اون اندیشه که آدم در بیروت بره مقر تفنگداران دریایی آمریکا یا سفارت رو منفجر کنه و صدها انسان رو بکشه و صدها و که هزاران خانواده رو داغدار کنه؟ کجای این اسلام میتونه توجیه کننده کشتار بچه های سوری باشه با سلاح شیمیایی؟ من برام واقعا اسباب تأسفه و خوشحالم که این جانوران یکی بعد از دیگری دستگیر میشه. حادثه مهم دیگر در مصر بود. 6 اکتبر برای مصری ها حداقل توی 40 سال گذشته خیلی مهمه. سال روز عبور از کانال، سال روز رسیدن به سینا، سال روز اقدام شجاعانه پرزیدنت سادات در عبور از کانال. بر پایه نوع تسمیه این جنگ، جنگ اکتبر یا جنگ تشرین، یا سوریا میگن تشرین، یا جنگ رمضان، اول ماه رمضان روزه سربازان، فرمان عبور داده شد. سربازان مصری از کانال عبور کردند، رفتن به خط رابین رو، خطی که در واقع خط بارلو رو عبور کردن ازش. و حالا این مصری های میبینید تو خیابونا شادی میکنن، 6 اکتبر جشن گرفتن. دیشب نانسی اجرم داشت میخوند و چقدر زیبا بود جلوی اهرام، چه مراسمی بود و با لیزر و صدا و نور و صدا. یه باش حیوانم گفته بودم ببخشید این کلمه رو به کار میرم، چون کارای جنون‌آمیزی میکردن. اینا هم به دستور اخوان مسلمین ریختن تو خیابون که شادی مردم رو به عزا تبدیل کنن. بعضیاتون ممکنه من بگه آقا اینا طرفدار دموکراسی هن. آره، دموکراسیشون دیدیم چی بود. این نمونه دموکراسیشونه که سرای سینا زدن یه عده سرباز بیچاره مجند، سربازی که 18 سالش رفته خدمت سربازی بکنه، اینا رو زدن کشتن. و تو قاهره 50 چند نفر کشته شدن، 300-200 خورده مجروح شدن، 350 اندی هم دولت دستگیر کرد. آقایون اخوان مسلمین آمده بودن و دستشون رو اینجوری میگن به علامت رابعه، مسجد رابعه، که دولت آمد و اعتصام یا تحصنشون رو شکان. خیلی اسباب تأسفه. اخوان مسلمین درک نمی کنن. مردم مصر دیگه نمی خوان اونها رو. اگر شعور داشتن می مدن در قالب یه حزب سیاسی با آرامش بدون جنجال و شلوغکاری و آشوب ایجاد کردن می مدن و توافق می کردن تا با هم در چارچوب یک دولت ائتلافی ملی به توافق برسن. متاسفانه نمی خوان. خانم اشتون هم رفت اونجا، کاری نتونست بکن. دیشب جنرال سیسی سخنرانی کرد، در کنارش آقای عدی منصور رئیس دولت موقت، آقای مهندس ببلاوی نخست وزیر و شماری از سران نظامی از جمله جنرال تنتاوی که خب معرف حضورتون از یک سال مصر رو اداره کرد، ایشون نشسته بود با نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس، همینطور نخست وزیر اردن اونجا نشسته بود، جالب بود برای من. و سیسی سخنرانی میکرد، خیلی حرفای جالبی زد. گفت مصر ام دنیا، مادر دنیاست. مصر کشور تمدنه. نگاه کنید به این اهرام. بعد تصاویر پله پلش کرد، گفت این راهی است که ارتش مصر پیموده. مردم مصر مردم قدردانی هستند. هرگز اون برادران عرب رو یه کنارش ایستادن از یاد نمیبره، کما اینکه اونایی رو که راه دشمنی پیشی کردن از یاد نخواهد بود. بسیار نطق محکم و سنگینی بود و جای جای مورد تشویق مردم قرار گرفت. مشاهده خانم جیهان
همسر پرزیدنت سادات اونم جالب بود. جیهان آمد و توی میکروفون گفت یوم عظیم، روز عظیمی هست، خیلی خوشحالم، واقعا یک شادمانی عجیبی حس میکنم. و تو خیابونا مردم نشون میداد، میزدن میکوبیدن، یه دفعه موج اخوان از یه گوشه راه میفتن، میمدن که دوباره برگردن میدان التحریر، دوباره برگردن شلوغ بکنن. و ارتش و نیروهای پلیس قدرتمندانه در برابر اونا ایستاده بودن. در حال بازم علی‌رغم 50 کشته که بسیار اسباب تأسفه، ولی حداقل جلوی خسارات بیشتر گرفته شده بود. چون من قبلا اینجا برای شما شرح دادم که الان به خاطر اینکه قبلا اخوان المسلمین در برابر دولت بودن و مردم پشتیبانشون، الان اخوان المسلمین در برابر مردمن و دولت پشتیبان مردم. نوع معادله قدرت و درگیری فرق کرده. یه سال و نیم پیش اخوان المسلمین محبوب بودن، ولی خودشون اومدن کاری کردن که محبوبیت تبدیل به نفرت شده. روز به روز تعداد طرفدارانشون کمتر میشه، روز به روز در جامعه مصر بی‌اعتبارتر میشن. و اینا خودش عملکرد یک حزب اسلامی است که میخواست اسلام ناب انقلابی محمدی سیاسی نیمه سلفی کرواتی رو مسلط بر جامعه متمدن مصر بکنه. و با هم تو باید اشاره بکنم که در سوریه کشتار ادامه دارد. ائتلاف در ترکیه جلسه ای داشت، ارتش آزاد دوباره اعلام کرد که ائتلاف رو به عنوان نماینده سیاسی انقلاب به رسمیت میشناسه. مفتش های بازرسای سازمان ملل بازرسی هاشون ادامه دادن و حالا خبرهای مفصل ترشون انشاءالله تو برنامه فردا بازگو میکنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق میسپارم. بدرود. دوست دارم به هت بگم یه نگاه تموم.
دلی که قبول نداشت عاشقی رو اینجوری عاشقا دلتنگ تو شد تو رو بیشتر